أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هدیه به روح مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین و ارواح شهدای کربلا صلواتی مرحمت بفرمایید. قرار شد این آیه رو که در صدر کلام تلاوت کردم کمی موشکافی بکنیم، درباره توبه این چند شب انشالله صحبت کنیم. بهار توبه، ایام شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین است. دلها نرم میشه به سوی خدا، چشمها گریان میشه و به برکت اولیای خدا، به برکت حضرت ابی عبدالله الحسین، به برکت شهدای کربلا، دلهای زیادی به سوی خدا منعطف میشه. و لذا چه ایام خوبی است که انسانها دلشون رو به خدا بدند، از تقصیرات گذشته و حال به درگاه خدا توبه کنند و راه ابی عبدالله الحسین رو برگزینند. روایتی هست در کتاب شریف کافی از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام، فرمودند که آدم به خداوند عرض کرد: خدایا سلطت علی الشیطان، شیطان رو بر من مسلط کردی، مثل خون در رگانمه، یعنی همیشه با منه، از من جدا نمیشه تا وقتی که خون در رگ من جاری است، تا وقتی که قلب من خون رو پمپ میکنه شیطان با منه، نزدیک، خیلی نزدیک، مثل مجرای خون در انسان چقدر نزدیکه. پس در ازاش یه چیزی برای من قرار بده، من ضعیفم، فجعل لی شیئا، یه چیزی در ازاش برای من قرار بده. خداوند فرمود که برای تو چیزهایی قرار دادم در مقابل شیطان. شیطان دشمن قسم خورده ماست، میدانید، قسم خورده که همه ما رو گمراه بکنه. اون وقت که خودش گمراه شد، البته این رو بدونید، خداوند شیطان رو خلق نکرده که ما رو گمراه بکنه، خداوند شیطان رو خلق کرد که به مدارج عالی تکامل برسه، که به رضوان پروردگار برسه، منتها نخواست. مثل خیلی از انسان ها، خداوند هیچ کس رو برای جهنم خلق نکرد، همه ما رو برای بهشت خلق کرده، ولی خودمون نمیخوایم بریم. عین شیطان نخواست بره و گفت که من در مقابل آدم خضوع نمی کنم چون بهتر از اونم، تکبر کرد. خیلی از انسان ها هم هستن در اثر تکبر خیلی کارهای زشتی تو این دنیا میکنن، اینا همه به اختیار خودشون. بعد خیال کرد که حالا که خداوند به خاطر تکبرش او رو از مقام خودش ساقط کرده، یه درسی به خدا بده، درس به خدا بده، چون خداوند به ملائکه گفت خضوع کنید در مقابل آدم، چون این یک صفاتی داره که شما خبر ندارید. اون گفت تو نه، به خداوند اینجوری گفت، این آدم موجوده، موجود که وقتی احمق بشه اینجوریه دیگه، شیطان با اینکه خیلی هوش سرشاری داره و قدرت زیاده احمقه. گفت که نه، اینجوری نیست که تو میگی، فکر نکن خیلی صفات عالی داره، اگر به من مهلت بدی میبینی من همه اینا رو گمراه میکنم.
خداوندم گفت مهلت میخوای برو جلو. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، این که من خلق کردم میدانم اگر بخوان بندگی من رو بکنن و میکنن، خیلی ها خیلی در این عالم بندگی خدا رو میکنن، اونجوری خیلی نمیکنن، تو بر اینا تسلط پیدا نمیکنی، تو رو دفع میکنن. خب گفت به من مهلت بده، گفت مهلت میدم. گفت اگر اینا دنبال من اومدن چی؟ گفت با تو میان جهنم. جهنم رو خلق کردم برای کسی که بخواد تکبر پیشه بکنه، با تو میان. پس ما رو خدا، نه شیطان رو هم خدا برای جهنم خلق نکرده. جهنم یک زندانیست که تبهکاران رو خدا درش قرار میده. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، یک حصار قرار دادیم جهنم رو برای مجرمان، برای کافران، خراب نکنن بقیه رو. خب پس ماها رو خدا برای بهش، هممون رو برای بهش خلق کرده. شیطان هم خیال کرد حالا مثلا برخلاف اراده خدا عمل میکنه، اتفاقا خیلی هم خوب شد، برای اینکه شیطان کاری میکنه ما زودتر آزمایش بشیم، زودتر از این دنیا کارمون، در این دنیا کارمون تمام بشه و پروندمون زودتر بسته بشه، بریم به جایی که خدا برامون مقدر کرده. هر چقدر بیشتر در مقابل این وسوسه های شیطانی مقاومت بکنیم، مقاممون بالاتر میره. هر چقدر کمتر، چون دشمن ماست، میخواد ما رو ببره دنبال خودش توی جهنم، اصلا قصد و غرضش همینه. خب شما میگید ما که شیطان رو نمیبینیم که ازش اطاعت بکنیم نکنیم یا دنبالش بریم. خب خداوند ما رو هدایت کرده، گفته این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید، شهواتتون رو کنترل بکنید، اینا همه چیزاست که شیطان برای ما میخواد برعکسش رو بگه. خب حالا بگذاریم از این قضیه، فقط میخواستم عرض کنم که اینجور نیست که یه وقت فکر کنیم خداوند شیطان رو خلق کرده که ما رو گمراه بکنه، اصلا اینطور نیست. خداوند شیطان رو برای خودش خلق کرد، برای تکامل خودش خلق کرد که کامل بشه، بره به درجات بالا مثل هر موجود دیگه، ولی نخواست. ما هم همینجوریم، ما هم همه رو برای بهش خلق کرده، اگه نخواهیم نمیریم. خب گفت که خدای این شیطان رو من مسلط کردی، یه چیزی در مقابلش برای من قرار بده. قال یا آدم جعلت لک ان من هم من ذریتک بسیئه لم تكتب علی، اگر کسی از فرزندان تو قصد گناه بکنه، قصد بد بکنه، براش نمی‌نویسم. اگر انجام بده یک سیئه، یک بدی براش می نویسن. حالا ببینید این چه چیز بزرگی است خدا به ما داده، خیلی بزرگه این. اگر نیت بد بکنه، الان من نیت بکنم برم فلان گناه رو انجام بدن، واقعا هم نیت بکنم میخوام برم انجام بدم، ولی بعد پشیمون بشم نرم، خدا هیچ چی نمی نویسه برام. اگه برم انجام بدم، مطابق همون یک گناه برام می نویسه. اما اگر کسی از فرزندان تو نیت حسنه بکنه، بخواد کار خوبی انجام بده، ولی بعدن انجام نده، من براش یک حسنه می نویسم. همین نیت خوب رو براش می نویسم. خیلی مهمه نیتمون خوب باشه، یعنی عادت به نیت خوب بکنیم، عادت کنیم که همیشه خواهیم کار خوب انجام بدیم. این خود این خواستنش ثواب داره. یه فامیلی داره شما فقیره، حالا یا تو افغانستان یا تو ایران یا اینجاست هر جای دیگه یا تو عراق، نیت میکنی من مثلا میرم اینقدر یورو بهش میدم، ولی بعدم پشیمون میشی، میگه نه بابا حالا ولش کن. همون نیتی که میکنی خدا برات مینویسه، یک حسنه برات مینویسه ولو ندادی. نیت میکنی بری دست مادرتو ببوسی، دست پدرتو ببوسی، بعد خجالت میکشی، پشیمون میشی، خدا برات حسنه مینویسه اون نیت خوب. و اگر انجامش دادی، اگر نیت کردی و انجام دادی، رفتی بوسیدی، اون پول رو فرستادی، میگه 10 حسنه براش مینویسم. خیلی با ما مدارا میکنه خداوند، مگه اینجور نیست؟ چون ما ضعیفیم دیگه، ضعیف هستیم، با ما مدارا میکنه.
قصد بد بکنیم هیچی برامون نمی نویسه. خیلی وقتا کسایی میان میگن یه افکار بدی در ذهن ما میگذره، بعضی وقتا چی میشه؟ نه هیچی نمیشه، خداوند نمی نویسه. مخصوصا افکاری که کنترلش دست ما نیست. خیلی وقتا مثلا بعضیا در خیلی مسائل خلقت شک میکنن، بعد میگن چی میشه؟ نه هیچی نمیشه. اینا تا وقتی که نیت بد به عمل منجر نشده، خدا میگه من چیزی نمی نویسم. وقتی نیت بد به عمل منجر شد، یک سیئه مطابق همون، اما اگر نیت خیر بود می نویسم، به عمل منجر شد، 10 حسنه براتش می نویسم. خدایا دیگه چی؟ میگه که قال یا رب زدنی، بیشتر بده به ما، به فرزندانم. از اون اول این پدر مادر همیشه دغدغه فرزند رو دارن دیگه، مگه نیست؟ خیلی فرزند یه چیزیه که تمام زندگی پدر مادر رو واقعا اشغال میکنه. از اون اول حضرت آدم نگران ماها بود که ما بچه هاش چه کار میکنیم تو این عالم. قال رب زدنی، خدایا بیشتر بده در مقابل شیطان، حالا که این که شیطان رو مسلط کردی. قال جعلت لك ان من عمل منهم سيئه ثم استغفر غفرت له. اینم برات میذارم، اگر حالا نیت بد کرد انجامش هم داد، ولی گفت استغفر الله، خدا منو ببخش، میبخشم. اصلا اگر فوری گفت نمی نویسم، در روایت داریم که اگر کسی گناه کنه خداوند تا چند ساعت، مگر مثلا روز مهلت کنه تا شب بهش مهلت میده، شب گناه کنه تا صبح بهش مهلت میده، بگه خدایا گناه کردم منو ببخش، استغفر الله ربی و اتوب الیه، میگه ننویس. این دوتا ملکی که با ما هستن، حالا ما میگیم شانه چپ و شانه راست، ولی اینجوری نیست، این تمثیله، همیشه با ما هنین دیگه، اعمال ما رو ضبط میکنن، نه مینویسن. چیزی نیست که بنویسن، ضبطش میکنن، همون جور که انجام دادیم اینو نگه میدارن و برای ما روز قیامت به ما بر میگردونن. و اگر انسانهای خوبی باشیم بهترین هدیه است که به ما میدن، برای ما ضبطش میکنن دیگه، نگه میدارن. شما یه خیراتی میکنی، چی میشه حالا این خیرات کجا میره؟ این براتون نگه داشته شده، خداوند میگه این ملائک نگه دارن، روز قیامت رو پس بده. اینا، این کسی که روی به اصطلاح شونیه راست ماست که خیرات رو مینویسه، خوبی ها رو مینویسه، این رئیسه. اونی که روشونه چپه، این مرعوسه، به دستور او کار میکنه. وقتی انسان گناهی میکنه بهش میگه ننویس، ثبت کن، شاید استغفار بکنه. ثبت نکن، نگه ندار این عمل رو، بذار باش همینجور، بذار باشه تا ببینیم استغفار میکنه یا نمیکنه. اگر استغفار کرد هیچ، اگر تا شب گذشت و انسان در این غفلت خودش بود، در جهالت خودش باقی موند، میگه حالا بنویسته که چیکار بکنه. برای همینه وقتی ما سلام میدیم، اهل سنت چیکار میکنن؟ میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نمیدونیم حالا به ملائکه سلام میکنن یا به مردم سلام میکنن یا به کی سلام میکنن، ولی در نمازهای ما مستحبه که وقتی میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نیتمون ملائکه باشه و چشممون رو اینجوری بگردانیم، سرمون رو نگردونیم، ما چشممون رو بگردونیم. خب ما از اهل بیت پیغمبر تبعیت میکنیم در فقهمون و معتقدیم که این نزدیکترین به سنت پیغمبر همین چیزیست که اهل بیت پیغمبر گفتن. چشممون رو بگردونیم، یعنی سلام رو داریم میدیم به ملائکه، منتها به این کسی که در حیطه کنترلش همه این ثبت اعمال هست. خب پس اگر کسی گفت خدایا اضافه کن، این شیطان خیلی قدرتمنده، اضافه کن، گفت اگر کسی گناه کرد، نیت گناه کرد، انجامش هم داد، ولی گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، میبخشمش. این دنیا برادران خواهران کارها خیلی آسانه، به اون دنیا که بریم خیلی سخت میشه. اینجا راه نفس بازه، راه توبه بازه، راه استغفار بازه،
یه استغفرالله همه چی رو از بین میبره. ولی وقتی رفتیم اون دنیا با گناه، خیلی کار سخت میشه دیگه، دست ما نیست. یه سنگی رو که شما دستتونه به هر طرف دوست داشته باشید میتونید پرتابش بکنید، ولی وقتی پرتابش کردید دیگه از دست شما، از کنترل شما خارج میشه دیگه. شما نمیتونید بگید نرو اون طرفی، برو این طرفی. ما وقتی میمیریم همین جوری میشه، مثل سنگی است که پرتابش کردیم. تا وقتی که تو این دنیا این سنگ دست ماست، به هر طرف بخوایم پرتابش میکنیم. وقتی از دنیا رفتیم اینو پرتابش کردیم، به هر طرفی که پرتاب کردیم میره دیگه، دست ما نیست. خیلی کار سخت میشه. این دنیا کارها خیلی آسانه، خداوند خیلی آسان گیره. اون دنیا که کار دیگه به اعمال خودمون میرسه، اونجا سخت میشه. خب حالا پس دو چیز شد، دو تا خداوند دو تا امتیاز داد به فرزندان آدم در مقابل شیطان. یکی این که اگر نیت خوب بکنن ولو اینکه انجام ندن براشون حسنه می نویسم، اگر نیت بد بکنن انجام ندن براشون هیچی نمی نویسم، و اگر حسنه رو انجام ندن 10 برابر. اگر نیت بد بکنن و انجام بدن استغفار بکنن براشون نمی نویسم. قال رب زدنی، گفت خدایا بیشتر. این چقدر این پدر ما مهربان بود، چقدر به فکر ما بود. خدا بیشتر بده به ذریه من، به فرزندان من. گفت که قال جعلت لهم التوبه، براشون توبه رو میذارم. و بسطت لهم التوبه، این توبه رو براشون بست میدم. حتی تبلغ النفس هذه، تا وقتی که نفس به اینجا برسه. این مهلت داره. وقتی نفس به اینجا رسید یعنی دیگه روح میره، یعنی دیگه پرده ها باز میشه، یعنی دیگه انسان ملائکه رو میبینه، ملک الموت رو میبینه دیگه. اون وقت دیگه یقین داره. وقتی یقین آمد دیگه توبه فایده نداره. تا وقتی که امتحان هست توبه معنا داره. وقتی امتحان از بین رفت، وقتی ما دیدیم همه چیو، یقین حاصل شد، دیگه توبه معنا نداره. مثل فرعون، اون وقتی که دیده دیگه اسرائیل رو دید، گفت من توبه میکنم، آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، و ایمان آوردن به همون خدای بنی اسرائیل. الان دیگه فایده نداره. ولی هنوز تا نفس اینجا هست، هنوز تا پرده کنار نرفته، هنوز تا فرشته رو ندیده، توبه بکنه، بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، میبخشمش. خیلی خیلی امتیاز. پیغمبر اکرم فرمود من تاب قبل موته به سنتن تاب الله علیه. کسی که 1 سال قبل از مرگش توبه کنه، خدا میبخشدش. بعد فرمودن لا ان السنه لکثیره، 1 سال خیلی زیاده. این حدیث رو هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده، مشهور از پیغمبر. من تاب قبل موته به شهرن تاب الله علیه، 1 ماه قبل از مرگش توبه بکنه، خدا میبخش. بعد فرمودن نه، 1 ماه زیاده، 1 هفته قبل از مرگش توبه کنه، خدا میبخشه. بعد فرمودن نه، 1 هفته زیاده، 1 روز قبل از مرگش توبه بکنه، منتها به شرطی که آدم طوری زندگی کرده باشه توبه براش مهیا باشه. کسایی هستن طوری زندگی میکنن اصلا خدا و ایمان و آخرت و همه چی از قلبشون میره، اینا دیگه موفق به توبه نمیشن. اینقدر بعضی اعمال پلید انجام میدن که اصلا دیگه خداوند جایی در دلشون نداره، اینا دیگه نمیشه. ولی اگر برای کسی میسر بشه توبه، بعد فرمود نه، 1 روز زیاده، اگر قبل از این که روح به اینجا برسه، کلا اذا بلغت الحلقوم، وقتی که دیگه این روح رسید به حلق، ظاهرن یواش یواش اعضای بدن خالی از روح میشه، اینجا دیگه وقتی پرده ها کنار رفت، یا به قول روایاتی که ما داریم، وقتی دید واقعیت رو، وقتی یقین آمد بر انسان، دیگه اونجا توبه فایده ای نداره. پس میگه توبه رو بس دادم براش تا قبل از مرگش، اگر توبه بکنه، اگر بتونه توبه بکنه، بتونه بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. اما
مسئله اینجاست. هر چه دیرتر انسان توبه بکنه امتیازش کمتر میشه، اعمال زشتش بیشتر میشه، قلبش کمتر گنجایش محبت خدا و اقبال به آخرت پیدا میکنه. بر همین میگن توبه باید فوری باشه. گناهی که انسان، ما انسان ها هممون گناهکاریم، هممون خطاکاریم، میدونیم اینا. گناهی که انسان انجام میده فوری برش توبه بکنه. بعضی وقتا در روایت داریم که مؤمن گناهی میکنه 20 سال بعد یادش میاد، شرمنده میشه، توبه میکنه، این خدا برش میبخشه. خدا عمدن یادش میاره که شرمنده بشه، توبه بکنه، قلبش دلش بشکنه. ولی کافر گناه میکنه، کافر منظور کافر واقعا غیر مسلمان نیست، کسی که کفران میکنه نعمتهای خدا رو، گناه میکنه، اصلا قبول نداره گناه کرده، میگه اصلا اینو گناه نیست، خیلی هم خوب دارم، مثلا این کارا خیلی هم خوب انجام میدم، این فایده نداره. خب عرض کنم که اگر بنده ای توبه کرد، در قرآن داریم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خدا توابین رو دوست داره، یعنی بنده ای که گناه میکنه زود توبه کنه، خدا دوستش داره، محبت خدا براش میاد. متطهرین کسانی که میخوان خودشونو پاک بکنن از گناه، خدا دوستشون داره. و محبت خدا مثل محبت ما نیست که مثلا بیم قربونت میرم و فلانی، نه، اون وقت برکات میاد دنبالش. محبت خدا یعنی خداوند برکاتش رو بر کسی نازل میکنه اگر انسان توبه کنه برگرده. حالا برگردیم سر این آیه. البته قبل از اون یه چیز بگم، یک روایت خیلی زیبایی هست از امام باقر علیه السلام، در جاهای دیگه هم نقل شده، که خداوند بنده توبه کارش رو وقتی بنده ای به سوی برگرده چقدر دوست داره. میگه اگر کسی در بیابان داره میره، بیابان سوزان، بی آب و علف، بعد یه دفعه قافلش رو گم بکنه، یعنی مرگ دیگه، قافلش رو گم بکنه یعنی مرگ، خدا چیکار کنم چیکار نکنم، چند ساعت میگذره یه دفعه پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه. میگه اگر بنده ای از خدا دور شده، این بنده برگرده به سوی خدا، خدا بیشتر از این خوشحال میشه. عجیبه ها، چقدر خدا ما رو دوست داره، از پدر و مادرمون هم بیشتر ما رو دوست داره، منتظره اگر گناه کردیم، اگر داریم از خدا دور میشیم، منتظره که برگردیم، نه اینکه میگه برگردی، اصلا در انتظار ماست خداوند، و اون وقت برکاتش رو نازل میکنه. حالا درباره این آیه چند تا مطرح مسئله هست. فرمود که این در آیه در سوره نساء آیه شماره 17، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، توبه بر خدا واجبه، یعنی خداوند بر خودش واجب کرده، یعنی ردخور نداره، حتما توبه رو قبول میکنه. این علی الله یعنی که بر خودش واجب کرده، که برای کیه؟ برای کسانی که از روی جهالت و نادانی گناه میکنن، بعد زود برمیگردن، اینا رو من توبهشون رو میپذیرم، فاولاکه یتوب الله علیهم، و خداوند دانا و حکیمه، حکیمه برای این که چی؟ از روی حکمتش درهای خیراتش رو نمیبنده به روی گناهکاران، داناست برای اینکه میدونه در قلب بندگان چی میگذره، میدونه بندگان ضعیفن، شهوت دارن، امیال دارن، اینا ممکنه گناه بکنن، و میدونه واقعا میخوان به سوی خدا برن ولی نمیتونن، اینا رو میدونه خداوند، میخواد انسانها برگردن. دو تا سوال اینجا هست که مفسرین مطرح کردن درباره این آیه. یکی این که این یعملون السوء بجهالتن، از روی نادانی، یعنی چی؟ یعنی مثلا حکم شرعیشو نمیدونم، مثلا من نمیدونم شراب خوردن حرام، میرم میخورم، اینه معناش، یا نه چیز دیگه است؟ دوم این که یتوب ثم
یتوبون من قریبن، زود برمی. این زود یعنی چی؟ یعنی یه ساعت بعد، یه روز بعد، یه سال بعد، ده سال بعد. این که میگه زود برمیگردن یعنی چی؟ خب مفسرین در اینجا بحث‌های خیلی جالبی کردن و امیدوار کننده. اولا میگن که این که از روی جهالت انجام میده، نه این که حکم رو نمیدونه. خب اگه کسی حکم رو ندونه که گناه نکرده. اگه مثلا من ندونم روزه ماه رمضان واجبه بعد روزه نگیرم، من که گناه نکردم که، به جهالت معناش این نیست که. من ندونم مثلا غیبت کردن حرامه، غیبت بکنم، وقتی نمیدونم. البته این یه وجدان هم ما داریم ها، اون وجدان خودش گویای خیلی چیز هاست، راه رو بر ما روشن میکنه. ولی حالا اونم بذاریم که نمیدونم مثلا این حرامه، انجام میدم، بعد خدا میگه من توبه میکنم. خب من وقتی نمیدونم که گناهی نکردم که. پس این به جهالتن یعنی چی؟ انما التوبه علی الله للذین یعملون سوء، به جهالتن، از رو جهالت. حالا ببینید مفسرین چی میگن در این باره. یکی این که هر معصیتی ما میکنیم از رو جهالته. اگر دانا بودیم که گناه نمیکردیم، اگر خدا رو میشناختیم، اگر نعمت خدا رو بر خودمون میدانستیم، اگر آخرت و دنیا رو میشناختیم چیه، اگر قدر خودمون رو میدانستیم که گناه نمیکردیم. پس هر گناهی ما میکنیم از روی جهالته. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما این امانت رو که ظاهرا همین اراده و معرفت خدا باشه، با اراده اینو به کوه و آسمان و زمین عرضه کردیم، اینا نتونستن بردارن. اشفق نمنهای، نه اینکه حالا ترسیدن، این استعاره است که اینا قدرت نداشتن اصلا همچین چیزی. آسمان و زمین قدرت داشت، انسان روحش از آسمان و زمین بزرگتره، میتونه این امانت رو حمل بکنه. و بعد اما این انسان، این کانه به معنای زمان ماضی نیست، خیلی جاها تو قرآن به کار رفته اینجوری، یعنی این انسان خیلی ظالمه به خودش، خیلی جاهله به مقام خودش، نمیدونه چیه، نمیدونه ما بهش چی دادیم، نمیدونه چه عظمتی در وجودش هست. به قول شعری که منسوب به امیرالمومنین علیه السلام است، اتحسب انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. تو خیال میکنی یک ذره کوچیکی هستی، واقعا ما وقتی فکر میکنیم در مقابل 7 میلیارد انسانی که تو این دنیا هستن و چند میلیارد سالی که از عمر این دنیا گذشته، ما کی هستیم روی کره زمین که در مقابل چندین میلیارد ستاره و سیاره و منظومه و کهکشان و هیچی نیست، هیچی نیست. همه این زمین رو جمع کنی یک مثل یه پشه ایست در این عالم، ما چه هستیم؟ ولی امیرالمومنین خیال میکنه خیلی کوچیکی، اما در تو یک عالم بزرگی خدا گذاشته، از روح خودش در تو دمیده. نگاه کنید به این انسان ها، آرزوهای بزرگ دارند، اندیشه های بزرگ دارند. این انسان کوچیک ها، از روح خودش خدا در ما دمید، اینجور بزرگ شدیم. خب قدر خودمونو نمیدونیم، برای همین میگه انه کان ظلوما جهولا. خیلی ظلم میکنه انسان به خودش، خیلی جاهل به مقام خودش. این انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء، به جهالت، این جهالته، انسان نمیدونه، نادان انسان. و اگر گناه کنه این نادانیش رو بروز داده. پس یک معنای انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، یعنی اینکه هر گناهی آدم انجام بده
عالمترین شخص باشه یا جاهلترین شخص باشه، اینا همه از روی جهالت انسان مقام خودش رو نمیدونه. انسان خداوند رو نمیشناسه، خالق خودش رو از یاد میبره. این نظریه ابن عباس رحمت الله علیه و شاگردانش مجاهد و قتاده، و البته نظری است که علمی است که از حضرت ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام به ما رسیده. این نظر خیلی محکمی است. للذین یعملون السوء بجهالة. دو تا نظر دیگه هست، انشاءالله این رو میگذاریم برای فردا شب که ببینیم این از روی جهالت گناه کردن معناش چیه. این معنای خیلی مهم رو اول گفتم، حالا دو تا معنای دیگه هم داره. و اینکه یتوبون من قریبن، زود توبه میکنن، این معناش چیه؟ این هم انشاءالله فردا شب عرض میکنیم. یک تائبی هم در کربلا داشتیم. خب کربلا همه نمونه های بزرگی و عظمت رو در خودش داشت. یکی از عظمت های کربلا هم جلوه‌گر شدن این عظمت توبه حر بود. تائب کربلا حر، چه در عرض یک ساعت چی شد؟ حری که در مقابل امام حسین ایستاد، نگذاشت به مدینه برگرده، راه آب رو نگذاشت بره در کنار آب و آبادی خیمه بزنه، در صحرای سوزان مجبورش کرد پیاده بشه اسکان کنه. این حر یه دفعه وقتی منقلب شد، شد حر ابن یزید ریاحی. شما میرید کربلا در کنار امام حسین علیه السلام خوابیده، همه بهش سلام میکنن، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناک، به حر همه سلام میکنن. چه یه دفعه از این ور به اون ور، چه عظمتی پیدا کرد این حر. ببینید توبه با آدم چه میکنه، چه میکنه توبه. حالا بعد همه این کار رو انجام داد، وایساده بود در کنار فرماندهان لشکر عمر سعد، امام حسین خطبه خواند، گفت مردم شما من رو دعوت کردید، من آمدم، نمیخواید بر میگردم. ای بزرگان کوفه، مگر شما به من نامه ننوشتید که بیا؟ آمدم، پس چرا میخواید الان من رو بکشید؟ چرا بر علیه من شمشیر کشیدید؟ اسماشون رو برد، گفت آیا کسی رو از شما کشتم؟ خونی از شما ریختم؟ کسی از شما رو مجروح کردم؟ مالی از شما بردم که میخواید منو بکشید؟ کسی گوش نکرد الا حر. منقلب شد، منقلب شد. این فرزند رسول خدا اینجور رفت پیش عمر سعد، گفت که ابن سعد چه کار میخوای بکنی؟ میخوای بجنگی با حسین؟ اما قاتل انتها در رجل، واقعا میخوای بجنگی؟ گفت بله، جنگی میکنم که سرها قطع شود، دست ها ببرد به آسمان. گفت این حرف هایی که زد تو رو قانع نکرد؟ گفت من قانع شدم، اما امیر تو عبیدالله قانع نمیشه. سبحان الله، وقتی یک انسانی به درجه پستی میرسه، قانع شد از حرفهای امام حسین، فهمید چه کار داره میکنه. گفت من قانع شدم اما امیر تو راضی نمیشه. بل کرد، اومد کنار، آمد یواش یواش به سوی لشکرها. داستانش رو همه شنیدید که چه اتفاقی افتاد، چه جوری آمد. حالا دو تا مشکل داره، یکی توبه به خدا، یکی با چه روی به امام حسین نگاه بکنه. چه باید بکنی؟ آمده کفشاش رو طبق بعضی روایت بسته به گردنش که نشان بده چقدر من پشیمانم، چقدر من آدم بدی هستم. کفشاش رو بسته به گردنش، سپرش رو برگرد، آمد خدمت امام حسین، مقابل امام ایستاد. یبن رسول الله، ای پسر رسول خدا، من بودم که شما رو اینجا آوردم،
من نگذاشتم شما برگردید به مدینه. من شما رو در سرزمینی بی آب و علف مجبور کردم منزل کنید. فکر میکنی خدا توبه منو میپذیره؟ امام فوراً فرمود قال نعم یتوب الله علیه. بله خدا تو رو. چند ساعت قبل از مرگش بود این حر؟ چند ساعت؟ دو سه ساعت قبل از مرگش بود دیگه توبه کرد. بله خدا توبتو میپذیره، بیا. آمد امام فرمود پیاده شو استراحت. گفت عرض کرد سوار باشم بهتره، عاقبت کارم به پیاده شدن میکشه، طولی ندار. آمد اما رفت توی لشکر، تصور نمیکرد، رفت توی خیمگاه، دید این بچه ها دارن له له میزنن از تشنگی، لبها همه خشکیده، ترسیده از اینکه این 30,000 لشکر چه میخوان بکنن. آمد دوباره مقابل لشکر عمر سعد ایستاد، گفت ای لعنت بر شما مردم، ای اوف بر شما، فرزند رسول خدا رو دعوت کردید اینجا، اون وقت راه رو از هر طرف برش بستید، راه آب رو برش بستید، الان بیاید ببینید در این خیمگاه چه خبره، لبهای بچه ها خشکیده، همه تشنه. عرض میکنیم ای بزرگوار، ای حر، ای حر ابن یزید ریاحی، نبودی وقتی ببینی این بچه ها برگشتن کربلا چه خبر شد؟ رفتن تا شام، برگشتن کربلا، چه دیدند؟ قبرهایی پراکنده، نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها هنوز در این بیابان، از اسب ها به زیر آمدند، از شتر ها به زیر آمدند، هر کدام به سوی قبری. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. چون از هور خوندن حضرت آقای بهمن‌پور، منم دو سه بیت بگم.